مجید نامجو وزیر نیرو گفته است که هنوز تاریخ دقیق راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر معلوم نیست. او گفته است که آزمایش های لازم برای وصل کردن نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه برق کشور انجام شده است. اما سازمان انرژی اتمی از وزارت نیرو خواسته است که این نیروگاه را از مدار خارج کند تا آزمایش های نهایی در مورد آن نیز صورت بپذیرد. وزیر نیرو در پایان گفته است که قرار است سازمان انرژی اتمی طی مراسمی زمان دقیق وصل شدن نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه برق کشور را اعلام کند با این حال فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در 22 بهمن ماه گذشته گفته بود همزمان با خروش میلیونی مردم انقلابی کشورمان در راهپیمایی 22 بهمن 700 مگاوات برق هسته‌ای وارد شبکه سراسری کشور شد که در اوایل سال آینده به ظرفیت کامل خود خواهد رسید نیروگاه اتمی بوشهر که به لحاظ صرف بیش از 12 میلیارد دلار سرمایه برای ساختن آن قیمتترین نیروگاه اتمی در جهان است تاکنون چندین بار بازگشایی و بسته شده و هر بار نیز راه مجدد آن به دلیل انجام آزمایشات ایمنی جدید به فرصت نامعلوم دیگر موکول شده است سال گذشته کمیسیون تحقیق ویژه مجلس ایران به ریاست حسن قفوری فرد خواستار بسته شدن همیشگی نیروگاه اتمی بوشهر و ساختن نیروگاه جدید با بهرهگیری مجدد از تکنولوژی روسی و چینی شده بود کارشناسان میگویند که نیروگاه اتمی بوشهر از آنجا که با استفاده از تکنولوژی روسی یعنی سازنده نیروگاه اتمی چرنوبیل ساخته شده نمیتواند پاسخگوی معیارهای ایمنی باشد و راهاندازی آن منشأ نگرانی ها و خطرات دائمی خواهد بود